سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. در این سری از ویدیوها قصد داریم که سری بزنیم به امکانات مختلف AWS یا آمازون وب سرویسز که سرویس کلاود آمازون هست و میدونید که سه تا سرویس دهنده کلاود بسیار بسیار مهم تو دنیا، اولی خب مایکروسافت ایجر هست، دومی گوگل کلاود هست و سومی همین AWS آمازون هستش. با توجه به اینکه خب آمازون داره بیشتر و بیشتر فراگیر میشه نسبت به دوتای دیگه و بعد از اون مایکروسافت آژور هست، بعدش هم گوگل کلاود، تصمیم گرفتیم که در کنار ویدیوهایی که از قبل داشتیم برای محیط‌های مجازی سازی مثل VMware و چند تا ویدیوی کوتاهی که در مورد محیط مایکروسافت آژور داریم، یک دوره نسبتاً کامل‌تر نسبت به اونا هم در مورد سرویس AWS داشته باشیم، چون بیشتر استفاده میشه، البته در حال حاضر داره بیشتر استفاده میشه. و اولین درسمون در مورد سیمپل استوریج سرویسز هست، یا همون آمازون سیمپل استوریج سرویسز که بهش میگه که S3 خود آمازون و به اسم S3 میشناسه، همین چیزی که اینجا میبینید. الان من اکانتم رو از قبل ساختم، تو این دوره وارد مباحث ساخت اکانت و غیره نمیشیم و به اکانتم لاگین کردم، امکان استفاده از یه سری سرویس ها دارم به صورت محدود، حالا بر اساس اون دسترسی که به من داده شده یا اون پریویلیجی که دارم و اون مقدار هزینه‌ای که میخوام پرداخت کنم. و بنابراین میتونم به سرویس S3 دسترسی داشته باشم و مباحث مهمش رو به شما آموزش بده. سناریویی که من در نظر گرفتم سناریویی هستش که بر اساس طرح درس خود آمازون هستش و یکی از لب‌های در واقع آمازون هستش و اول بپردازیم به اینکه چرا به این میگن S3. خب همونطور که گفتم S3 مخفف Amazon Simple Storage Service هستش و میبینید که سه تا S داره دیگه، Simple Storage Service یعنی اینکه سرویس ذخیره سازی ساده آمازون که خب اسم S3 میشناسدش. پس اینطوری میتونید حفظ باشید و هر وقت که S3 رو دیدید سریع بدونید که این مربوط به استوریجه. سرویس مهم دیگه ای که برای فهم این لب برای فهم این ویدیوی آموزشی باید بدونید که چی هست، سرویس EC2 هستش که سرویس پردازش های آمازون هستش. یعنی ما مثلا اگر اینستنسی داشته باشیم یا اپلیکیشنی داشته باشیم معمولا توی EC2 پیاده سازیش میکنیم اگر اپلیکیشنمون نرمال باشه و معمولا اولین سرویس پردازشی هستش که یاد میگیریم توی AWS. و وقتی هم که لاگین میکنیم وارد AWS Management Console میشیم که حالا بر اساس پیشرفتهایی که میکنه ممکنه چنین شکلی داشته باشه یا نداشته باشه. این ویدیو 14.6 ثبت شده. خب الان AWSی که توی اروپا نشون میده به من به این صورت هستش، ممکنه بعدها که شما میاد کار بکنید باهاش محیطش این شکلی نباشه یا جای گزینه‌های مختلف برای شما متفاوت باشه، بستگی به یوزری هم که لاگین میکنید داره، که البته من یوزر رو احتمالا شطرنجیش خواهم کرد توی خود یوتیوب زمان آپلود. و حالا بریم ببینیم که چطوری میتونیم به سرویس استریمون اگه اینجا نشونش نداده بود دسترسی داشته باشیم. سناریو کلی اینه، من میخوام توی S3 به عنوان استوریج استفاده کنم، یه اپلیکیشن توی EC2 از قبل دارم، در واقع اینستنس دارم از قبل، میخوام که این اینستنس من که توی EC2 وجود داره بتونه به باکتی که روی S3 میسازم دسترسی داشته باشه، توش آبجکت هاشو که حالا ریپورت هست مثلا ذخیره بتونه بکنه و همینطور بتونه از روش علاوه بر اینکه میتونه فایل روش ذخیره کنه از روش فایل هم دانلود کنه و بیاره باهاش کار کنه. و حالا بیشتر میخوام ببینم که بهتون یعنی توضیح بدم که پریویلیج ها و پرمیژن ها رو چجوری روی S3 اعمال میکنیم. پس بریم سراغ سرویس S3. اگر اینجا نبود S3 من میام اینجا توی سرچ و اینجا میتونم سرویسز رو کلیک کنم و اینجا S3 رو زیر مجموعه استوریج خواهم دید.
EC2 رو هم زیر مجموعه کامپیوت خواهم دید. از اونجا نخواستم، اینجا هم میتونم S3 رو سرچ کنم و هر چیزی که مربوط به S3 هست رو برای من میاره. مثلا اینجا سرویس S3 هستش یا هر چیز دیگه ای که ممکنه به S3 ربط داشته باشه، مثلا آمازون S3 فایل گیتوی که بعدها بهش خواهیم رسید چیه. مستقیم میتونم برم وارد قسمت باکتس ها بشم و چیزای اینطوری. حالا من از توی همین سرویسز میام S3 رو کلیک میکنم وارد کنترل پنل S3 که میشم. اینجا اول یه نوتیفیکیشن ممکنه به من نشون بده، ممکنه هم نشون نده و گفته که read the S3 resource page for documentation and technical content. اینا خیلی خوبن، یعنی روی learn more کلیک کنید وارد documentation مربوط به S3 میشید و کلی فایل آموزشی داره که بهتون کمک میکنه ساختارش رو بهتر بشناسید. حالا من کاری باری ندارم، فعلا میبندمش. شما خواستید میتونید learn more رو بزنید و برید داکیومنت های بیشتر رو مطالعه کنید. چیزی که تو صفحه اول به من نشون میده یه باکس اکانت اسنپ شات هستش که باز به این هم فعلا کاری نداریم و یه باکس باکتس هستش. باکتس چیزی که میخوایم ما بهش آموزش بدیم و تعریف باکتس رو هم اینجا نوشته: باکتس are containers for data stored in S3. یعنی باکت ها پس کانتینر هایی هستن یا ظرف هایی هستن که دیتا اول میاد رو کانتینر میشینه و اون کانتینر ها روی توی S3 قرار دارن و هر کدوم میتونن یه دیتا متفاوت رو تو خودشون ذخیره کنن. حالا چرا ما میایم دیتا ها رو که توی S3 هستن با این کانتینر ها در واقع که بهشون میگیم باکت از هم دیگه جدا میکنیم؟ برای اینکه بتونیم دسترسی های متفاوتی بهشون بدیم. مثلا این مجموعه از دیتا که شامل آبجکت هست، حالا باید فلان کس یا فلان اپلیکیشن یا فلان ریجاین بهش دسترسی داشته باشه و فلان مجموعه از دیتا رو نباید کسی بهش دسترسی داشته باشه یا کسایی که قرار بهش دسترسی داشته باشن متفاوتن. پس بحث باکس بیشتر امنیتی هست، یعنی ما میایم این کار میکنیم که دیتا هامون از لحاظ امنیتی و دسترسی پذیریشون تقریبا از هم جدا باشه. دو تا باکت سالا اینجا به صورت پیشفرض برای من وجود داره، فعلا کاری با اینا ندارم، مربوط به این لبی که من دارم استفاده میکنم و خب پس اینجا باکت هامون هستن. حالا بریم ببینیم که باکت هامون رو چجوری میتونیم ایجاد کنیم. مثلا خب من روی اینجا دکمه create باکت کلیک میکنم چون میخوام یه باکت بسازم که باکت اختصاصی خودم باشه و حالا بعدش EC2 رو و اون اپلیکیشن که دارم یا اینستنس بهتره بگم که دارم رو طوری کانفیگ کنم که بتونه به این باکت هم دسترسی داشته باشه و فایل ها رو روش ذخیره کنه. خب یه جنرال کانفیگوریشن داره که باید پرش کنیم. اول یه باکت نیم میخواد. باکت نیم یه سری قوانین داره، مثلا اینکه حداقلش باید 3 تا کاراکتر باشه و حد اکثرش میتونه 63 تا کاراکتر باشه. قانون بعدیش اینه که میتونه فقط شامل حروف باشه، عدد باشه و حالا آندرلاین یا داش. خب و اینکه این اسمی که انتخاب میکنید باید تو کل S3 چیز باشه، یک تا باشه. که اگر اینجا روی rules for bucket naming کلیک کنید شما رو وارد داکیومنتی میکنه که اونجا کامل نوشته که چه قوانینی وجود داره. من میام اسم باکت هم مثلا میذارم اسم کانال یوتیوب هم میذارم که این ویدیو ها رو دارم روش آپلود میکنم، میذارم نوید داریا مثلا 2. خب و این ریژنش هم حالا اگه شما بخواید تو محیط واقعی باشید میتونید تغییر بدید. معمولا نزدیکترین ریژنی که به
سرویستون وجود داره یا به مشتریاتون وجود داره، بر اساس نیازمندی های مختلف انتخاب میکنید. یا اینکه خیلی ها اصلا نزدیکی براشون مهم نیست، هزینه براشون مهمه، خب میان ارزون ترین ریجن رو مشخص میکنن، چون ریجن خودش هزینه ی این باکتی رو که شما دارید، فضایی رو که اشغال میکنید و سرویس استری که دارید استفاده میکنید رو تغییر میده و میان پایین تر. اینجا یه ذره یه سری در واقع موارد دیگه داره، همه رو میذارم دیفالت باشه. حالا بعد خواهیم رسید که این قسمت چی هست. بلاک پابلیک اکسس سیتینگز یا بی پی ای بهش میگن، بی پی ای سیتینگ، که دیفالتش اینه که همه دسترسی ها رو وقتی که من یک باکت ایجاد میکنم بهش میبنده، یعنی هیچ دسترسی کسی به این باکت نخواهد داشت، به فایل های توش، به آبجکت های توش. این باکت ورژنینگ رو دیفالت همون دیزیبل میذارم. تگز رو فعلا آموزشش رو کاری نداریم. دیفالت انکریپشن رو هم دیزیبل میذارم، فعلا اصلا کاری با انکریپشن ندارم. روی کرییت باکت کلیک میکنم و باکت من ساخته میشه. اینجا میگه ساکسسفولی کرییتد باکت، اسم باکت هم میگه نویدایا دو و توضیح داده به من که to upload files and folders or to configure additional bucket setting choose view details. یعنی که اگه view details رو بزنید میره وارد صفحه details باکتتون میشه و اونجا میتونید تنظیمات مختلف رو انجام بدید یا فایل به باکتتون آپلود کنید. من اینو اسکرول میکنم پایین، الان تو همون صفحه استری هستم هنوز و تو صفحه اول استری گفتم که یه دونه باکس داریم اکانت اسنپشات که فعلا کاری باهاش نداریم، یه باکس هم گفتیم که داریم به اسم باکتس که اینجا الان قبلا دو تا بود، الان اون باکت جدیدمون رو هم نشون میده که میگه ریژنش یو اس فست، اکسسش پابلیک نشده یعنی پابلیک نیستش و این تاریخ و این ساعت ساخته شده. حالا برای اینکه بیشتر بدونید که دقیقاً یک باکت چی کار میکنه، ما میایم آموزش آپلود کردن فایل رو هم توی این باکت همون میگیم که به فایل ها گفتیم، فایل هایی که توی باکت وجود دارن میگیم آبجکت. فرض کنید که من یه دونه ریپورت دارم، یه دونه گزارش دارم، میخوام که توی باکتم آپلودش کنم. پس میام اینجا این باکتی که ساختم رو انتخاب میکنم، وارد صفحه مدیریت باکت هم میشم. الان میگه که آبجکت هایی که توش هست 0 تا هست، یعنی هیچ آبجکتی من هنوز توش نذاشتم. این نارنجیه دکمه که بیشتر این کار رو باهاش داره، دکمه آپلود هستش. من آپلود رو کلیک میکنم و وارد صفحه دیگه میشم، وارد صفحه آپلود میشم. و اینجا هم جالبه بدونید که add the files and folders you want to upload to S3. To upload a file larger than 160 gigabytes، یعنی اگه فایلی داشته باشید که بیشتر از 160 گیگابایت حجمش هست، باید حتما از AWS CLI استفاده کنید یا از AWS SDK و یا از Amazon S3 REST API، که حالا این داکیومنتش هم لینک کرده اینجا که برای اطلاعات بیشتر میتونید بخونید. این فایلی که ما الان داریم خیلی فایل کم حجمیه، چون داریم آموزش میدیم دیگه و زیر 160 گیگابایت. پس من میتونم از طریق همین اینترفیس وب فایلمو ادش کنم. اد فایلز رو میزنم، اکسپلورر سیستم من رو باز میکنه، شو اول فایلز، اگه البته تو اپرا باشید. و مثلا این فایل png ریپورت هم رو که یه عکس از ریپورتی هست که من از یه جایی گرفتم رو میخوام توش آپلود کنم. فعلا با این پرمیژنز کاری نداریم، هرچند که توی همین ویدیوی بعدی آموزشش میدیم. دستینیشنش آدرس باکت من رو نوشته s3 colon slash slash navidaria2 و
آپلودش میکنه. اینجا فرایند آپلود شدنش رو به من نشون میده. خب آپلود با موفقیت انجام شد و نوشت آپلود ساکسیدد. دیتیلزش هم میگه همین زیر ببینید دیگه، صفحه جدا نداره برای دیتیلزش. اینجا دیتیلزش رو به من نشون داده که چند درصدش آپلود شده، کلن چقدر حجمش بوده و اطلاعات این شکلی. تایپش هم به من گفته که ایمیج از نوع PNG، تو فولدر خاصی هم نیست، تو روته. خب من الان این رو کلوزش میزنم و برمیگردم تو صفحه مدیریت باکتم. خب اینجا آبجکت هایی که توی باکتم وجود داره رو دوباره میبینم. روی اسم این آبجکتی که آپلود کردم کلیک میکنم و اینجا کلی مشخصات دیگه به من میده، مثلا اینکه S3URIش چیه، یعنی آدرس URIش چیه، آمازون ریسورس نیمش چیه، ARN که یک آدرس منحصر به فرده که هر آبجکتی توی کل AWS اون آدرس رو داره و حالا جلوتر بیشتر به این آدرس میپردازیم که به چه صورت هست، Entity تگش چیه که اینا همش جای مختلف کاربرد داره، و چیزی که الان برای من مهمه این object URL. من این object URL که داره رو کپی میکنم، میگه نویسه object URL copied، رفته الان تو کلیپ بورد ویندوز من نشسته. نکته که وجود داره این آدرس رو شما هر جای دنیا بیاید تو براوزرتون بزنید، چون HTTPS یعنی با HTTPS اینو باز میکنه، میتونید ببینید چی توش هست. پس من میام یه تب جدید باز میکنم تو مرورگرم، اینجا آدرسی رو که کپی کردم پیستش میکنم، بعد میان یه کد به من نشون میده. چیزی که من آپلود کرده بودم چی بود؟ یه فایل PNG بود، اسمش هم نیو ریپورت بود. قاعدتا مرورگر باید بتونه عکس رو به من نشون بده و فایل PNG رو نشون بده، ولی اینجا میبینم که یه مسیج داده تو این فایل XML که به من برگردونده به جای عکس و نوشته که access denied، یعنی کسی به این دسترسی نداره. چرا؟ چون ما گفتیم که وقتی که باکتمون رو میسازیم به صورت دیفالت اگه اون PBAش رو تغییر ندیم که بهتون نشون دادن و دیفالت بذاریم، همه دسترسی ها رو بهش بلاک میکنه، یعنی پرایویتش میکنه در واقع و پابلیکش نمیکنه. توی توضیحات باکتمون هم نوشته بود not public. بنابراین حالا ما باید کاری که بکنیم، میخوایم که دسترسیمون رو به این فایل از طریق مرورگر باز کنیم، این آبجکتمون رو بتونیم تو مرورگرمون ببینیم. من میرم تو داشبورد آمازون S3 همونجایی که قبلا بودم و میام تو لیست باکت ها، این رو تیکش رو میزنم. البته یه لحظه صبر کنید، نه یه اشتباهی کردم، اینجا تیکی وجود نداره که من بزنم، میخوام در واقع فقط دسترسی فایل رو باز کنم. میرم تو خود همین باکت هم توی قسمت آبجکتش، اینجا تیک این فایلی که آپلود کردم رو میزنم و از این دکمه اکشنز میام گزینه make public رو انتخاب میکنم. این فقط میاد همین object رو یا همین فایل png رو برای من پابلیکش میکنه، با بقیه object های این باکت هیچ کاری نداره. اینجا هم یه توضیحی داده، گفته که public access is blocked because block public access settings are turned on for this bucket، یعنی که روشن هستن block public access یا همون BPA روشن. من این کلمه رو هی تکرار میکنم که تو ذهنتون جا بیفته، به خصوص برای اونا که میخوان آزمونه AWS Architect رو بدن، این کلمه ها توی ذهنتون جا بیفته، یا کسایی که میخوان مصاحبه بدن مثلا. خب میگه که
مرورش میخواد بکنه اون اکشنی که ما انتخاب کردیم رو، و اگه خب مطمئن بودیم اینجا یک بار دیگه روی make public کلیک میکنیم و فیل میشه البته. for more information see the error. خب الان بهتون میگم که چرا فیل شده. دقیقا خوب شد که این ارور پیش اومد. خب من برمیگردم توی همون، یعنی اینجا کلوز میزنم، میرم توی آمازون S3 همون جایی که بودم. باکت هم انتخاب میکنم، میرم تو تب پرمیژنز. اینجا ادیت رو میزنم، این پی بی ای رو کلا غیر فعال میکنم. اروری که داد دقیقا همین بود، گفتش که وقتی که پی بی ای فعال کلا، تو نمیتونی بیای بگی که به این آبجکت پابلیک بشه، چون پی بی ای رو کل باکتت فعاله و مسلما این آبجکت هم داره از همون باکت ارث بری میکنه. اینجا این تیکر رو برمیدارم، همه اینا هم میذارم که برداشته باشه. البته ما هیچ وقت تو محیط واقعی کل اینا رو بر نمیداریم. این مثل اینه که معمولا تو ویندوز ما میریم برای ترابل شوتینگ کل فایروال رو خاموش میکنیم، یا تو لینوکس هم همینطور میریم کل آی پی تیبل رو از کار میندازیم. مک هم که اصلا حرفش رو نزنیم بهتره، اصلا جزء سیستم عامل حساب نمیشه. ولی حالا امیدوارم اپلیا ناراحت نشن، ولی این تیک رو برمیدارم و سیف چینج رو میزنم، چون این خیلی تنظیم در واقع جرعتمندانه ایه. یه کانفیرم حتما از ما میگیری که آیا مطمئنی میخوای این کار رو کنی. با این کار همه آبجکتات پابلیک میشن تو این باکتی که ساختی. میگم که آره. این دفعه درسته. برمیگردم توی آمازون S3. رو باکت هم کلیک میکنم، رو آبجکت هم تیکش رو میزنم، میام اکشنز، همون کاری که کردم رو تکرار میکنم و این بار یه بار دیگه میام make public رو میزنم. میگه مرورش کن، این دفعه اون پیغام قبلی اینجا نیستش اصلا. make public رو میزنم و successfully اکسسش رو ادیت کرد. خب حالا اینو میتونم کلوزش کنم که برمیگرد تو صفحه اصلی تنظیمات یا دیتیلز باکتمون. بعد میرم اینجا توی این تب، همینجا که قبلا پیغام خطا میگرفتم، اینو یه دونه رفرش میکنم. میبینید که فایل باز شد، چون دیگه من پابلیکش کردم. پس این یک مرور کوتاه بود روی اینکه چطور میتونیم در واقع باکت بسازیم، بعد توش یه دونه آبجکت آپلود کنیم، بعد اگر هنگام ساخت باکتمون پی بی ای رو روی تنظیم و دیفالتش گذاشتیم و فعال بود، بعد بیایم بتونیم ادیتش کنیم و غیر فعالش کنیم، و بعد اینکه بتونیم یه آبجکتی رو که توی باکتمون آپلود کردیم میک پابلیکش کنیم که از همه دنیا توسط این آدرس اختصاصی که داره و با پروتکل HTTPS بتونه دسترسی پیدا کنیم بهش. توی درس بعد طبق همون چیزی که اول ویدیو گفتم، گفتم سناریومون اینه که میریم توی EC2 اینستنسی داریم، اونجا اینستنسی از قبل ساخته شده، ازش بستیون هاست میگیریم، یعنی ازش ریموت میگیریم، شلش رو میگیریم و توی شلش کامنت میزنیم و چک میکنیم ببینیم که اون اینستنس همون میتونه توی این باکتمون که ساختیم چیزی ذخیره کنه یا نه، این باکتی که اینجا ساختیم. البته خب حالا توی اون ویدیو ممکنه من یه باکت دیگر نمایش بدم، ولی اینجا بیشتر منظور این بود که باکت ساختن رو یاد بگیریم که ابتدایی ترین کار هستش. همه سوالای شما که توی قسمت نظرات مطرح میکنید ظرف مدت 72 ساعت پاسخ داده میشه توی کامنت های یوتیوب.
و اینکه یه لینک توییت در توییتر هم من میذارم تو دیسکریپشن که اون لینکی هستش برای کسایی که میخوان تا قبل از نوامبر 2021 آزمون AWS Associate Architect رو ثبت نام کنن و امتحان بدن هر جای دنیا که هستن. قیمت اصلی این آزمون $150. با داشتن اون لینک که تو این توییت من توضیحاتش رو نوشتم، همین که به کلی منابع دسترسی خواهند داشت، به یک لب دسترسی خواهند داشت که همین کارهایی که من کردم رو میتونن انجام بدن و امتحان کنن، و همین که اون $150 براشون برای این امتحان $75 خواهد شد، یعنی 50% تخفیف میخورن.